امام جمعه موقت تهران یاد و خاطره جانباختگان هواپیمای اوکراینی رو گرامی داشت و گفت خانواده های این عزیزان بسیار نجیب، اصیل و بدهکار شهدا و انقلاب بودند و دشمن رو معیوز کردند. از دست رفتن این عزیزان داغ مضاعفی در کنار داغ شهید سلیمانی بود. کازم سنیقی تو نماز جمعه ضمن گرامی داشته حاج قاسم سلیمانی و مصباح یزدی اظهار کرد که خداوند حضرت فاطمه رو ملاک و شاخصی برای جدا کردن صف حق و باطل معرفی کرده رضایت اون مظهر رضای خدا و قذب اون مظهر قذب خداست یک مقام راضی به رضایت خداست مثل امام حسین که گفت من به قضای تو راضیم مردم ایرانم همیشه تو دفاع مقدس تو مواجهه با گروهک ها و فتنه ها اهل صبر و رضا بودن و هستن امام جمعه موقت تهران حضرت فاطمه رو به عنوان پاسدار حکومت توحید در عنوان امامت و بلایت معرفی کرد و گفت حضرت فاطمه یک تنه به میدان اومد و از نظر جسمی آسیب دید و تو بستر افتاد اما پیروز میدان ایشون بود و نفاقها رو افشا کرد و چهره نورانی امامت و ولایت و چنان بیمه کرد که پرچم قدیر امروز تو بستر انقلاب اسلامی با فرماندهی نائب امام زمان برافراشته است بذر اون با خون حضرت زهرا آبیاری شده درسته رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت امام خمینی پرچم حضرت زهرا رو برافراشت و امام دیگه ما امروز اون راه و ادامه داد و پرچمدار همون پرچمیه که حضرت زهرا برای اون جون داد صدیقی در مورد سلیمانی گفت اون مشکل مرگ رو حل کرده بود اون آزاده مرد خدا و مرد عرش بود شهادت سلیمانی مثل حضرت زهرا و امام حسین نقطه عطفه دو سال بعد از شهادت سلیمانی همه علاقه مند به این شهید مجلس برپا کردن. امام جمعه موقت تهران از برگزاری 400 جلسه یاد بود برای سلیمانی و ابو مهدی المهندس خبر داد و گفت بیش از 110 جلسه باشکوه تو ایران برای سلیمانی برگزار شد بیش از هزار مسجد محل محور بیاد سلیمانی مکتب ایشون رو مرور کردند. پول بیتون مالو حیف ایمیل کردم صدیقی ضمن بیان شخصیت مصباح تو در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی گفت یاد و خاطره این دانشجویان عزیز را که از دانشگاه های معتبر تهران امیرکبیر و صنعتی شریف بودند رو گرامی میداریم خانواده های این عزیزان بسیار نجیب اصیل و بدهکار شهدا و انقلاب دشمن رو معیوز کردند این خانواده های عزیز داغ مضاعفی در کنار داغ شهید سلیمانی دیدن و در آخر دعا کرد که عزیزان هواپیمای اوکراینی با شهید سلیمانی مشهور بشن این نمیفهمه یا خودش رو زده به نفهمی این مت نه به اسلام توهین میکنه نه به عقاید کسی دو تا سوال داریم برگردیم به 1400 سال پیش تو خونت کنار خانوادتی که خبر میرسه که به کشورت حمله شده و طبق نظر پیامبر و کتاب مقدسش اگه بتونن یه شهر رو اشغال کنن خواهرت و مادرت و همسرت رو میدزدن و تا آخر عمرشون باید به عنوان کنیز به اونها خدمت کنن و برادر و پدرتو اگر بدن و دندون سالمی داشته باشن به غلامی و بردگی میبرن و هر کی مخالفت کنه سر از تنش جدا میشه البته به دستور خدا فکر کن همین کار رو به مردم آذربایجان میکنن مرداشون رو دست دسته تو زنجیر میکنن و جلوی چشم اونها بدترین کارها رو با همسر و دختراشون میکنن و مردایی که حاضر به قلامی و بردگی نشدن و گردن میزنن تاریخ ایران جلد سی صفحه 359 به های 15 ساله خراسانی فکر کنی که به فاهش خونه های شام برده میشه تا قبل از هر حمله دشگریان خدا برای جهاد به اون دخترکا تجاوز کنن برای گرفتن روحیه تاریخ تبری جده چهار شماره 24 صفحه 14 فکر کن اگه شهر رو بگیرن و اسیر بشی اربابت مشغول نکا با دختر نه ساله که معلوم نیست از کدام جهاد فی سبیل الله به پاداش گرفته و تو باید به اندازه دو گاو کار کنی بار بیاری و ببری وگرنه شلاق میخوری و صد البته اون دنیا به جهنم میری چون طبق قرآن کنیز و غلام باید مطیع اربابشون باشن و وقتی شهوت اربابت بالازد دخترهای دخترای برده رو میبرن که با اون نگاه کنه و تو صدای ناله های اونها رو میشنوی و اون عرب یا همون صحابه حتما به بهش میره چون جهاد در راه خدا کرده و خبرهای میشنوی از اینکه هموطنت یعنی بابک خورمدین و هفتاد یارش رو مسلمین در راه خدا زنده زنده سوزوندن یا میشنوی سفید رودو که به خاطر قطع گردن هزاران هموطنت به رنگ قرمز در اومده. تاریخ 6300 ساله ایران صفحه 250 تاریخ توری جل 4 صفحه 310. حالا دو سوال همو میپرسم. یک. اگر 1400 سال پیش وجود داشتی به جنگ این وحشی ها میرفتی؟ دو. اگه تو از شهیدا یا اسیرای در راه دفاع از وطن در مقابله حمله مسلمون ها بودی آیا باور میکردی که 1400 سال بعد یه ته بگن ایرانی ها با آغوش باز اسلام و پذیرفتن؟ باز هم میتونی خودتو گول بزنی فکر کنی و دیگران هم به این فکر کردن وابداری؟ لطفا زاد روز بابک خورمدینه محل تولد بلال آباد علت مرگ بریده شدن دست و پایش آرامگاه ندارد ملیت ایرانی شناخته شده مبارزه بر ضد اشغالگری اعراب پس از حمله اعراب به ایران جنبش رهبر انقلابی جنبش سرخ جامگان مخالفان خلیفه عباسی معمون و معتصم خلیفه اگه توبه کنی میبخشمت بابک گناهکاران توبه میکنند نوتن پرستان خلیفه تو اکنون در چنگ ما هستی بابک جسمم آری ولی روحم نه دژ آرمان من تسخیر ناپذیر است خلیفه جلاد قطع قطعش کن تا به زهش بمیرد جلاد با یک ضربت دست راست بابک را قطع کرد بابک به زمین نشست و با خون کتفش صورتش را غرق خون کرد خلیفه کافر این چه بازی است بابک پیش نامرد باید مردانه مرد با رفتن خون استنم رخسارم زرد می شود و تو گمان می کنی از ترس است اما مرا ترسی از گله ها نیست با قدر هر عضوم بابکی در این سرزمین متولد می شود. با هر جمله که بابک می گفت عضوی از بدنش بر زمین می افتد. خلیفه جلاد ببر صدایش را و شمشیر فرود آمد و سری که پیش ظالمی خم نشده بود بر روی زمین افتاد. به یاد بابک خورمدین قیور مرد ایران زمین. زنده باد هر شهیدی که به عشق مردم وطن با جان فیش عشق بازی می کند. امام جمعه اصفهان میگه ورزش و آرایش زنان سبب فروپاشی ها خواهد شد. مهدوی امام جمعه موقت اصفهان میگه دشمنگاهی به بهانه اینکه حجاب یک امر شخصی است مانع نهی از منکر میشه و به بهانه اینکه بانوان نیاز به ورزش دارن نقشه میکشه گاهی به بهانه تمیزی و بهداشت زنا و دخترها رو به سمت آرایش تشویق میکنه که همینها سبب فروپاشی خانواده ها خواهد شد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار